ملت عزیز ایران، با درود به تمام هموطنانی که در هر جای دنیا زندگی میکنین. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی داشته باشین. امیدوارم که همیشه زندگی به کامتون باشه. امیدوارم که همیشه دلتون شاد باشه. حقیقتا در این دورایی که خیلی سختی میگذره، ولی خب ایمان دارم که دست خدا با ایران و ایرانی است. ببخشید، سرماخوردگی ما رو ول نمیکنه. به هر حال هفته دیگر اومد با کارگردانی آقای یاسر جان، اومدیم روی ایر، اومدیم در خدمت شما. شما عزیزان که به ما گوش میدین، به ما رو میبینین، امیدوارم که کمکم یادتون نره، که به ما کمک کنین تا این کلام خداوند رو راحت‌تر بتونیم به گوش هموطنهای خودمون برسونیم، تا شما هم در این نجات سهمی داشته باشین، که واقعا ملت ما الان احتیاج به نجات دارن. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای همه چیزهایی که خداوند به ما میده. خود دوست حقیقتا برای این وقتی که به من دادی شکرگزارتم. خداوند برنامه ایمان تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده. ای روی پاک مسیح خداوند، من هدایت بکن و حمایت بکن و هرچی از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده خداوند، تا بتونم حقیقتا کلام تو آنچور که خواستی اراده توست به گوش هموطنهای من برسونم و به قلباشون بشینه و تو آبیاری کنی. همه اینا رو به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شمالین عزیز، امیدوارم که شما هم خوب ببین بره. امیدوارم که همیشه دنیا با کامتون ببون. بالاخره الان شمال بارندگی خوب زیبا، برگای طلایی دن، پاییز و زمستانه. زمستان دی آمده، دی دو روز دی زمستانه. شب یلدا آمده، شب یلدای شما مبارک. امیدوارم که دی شب یلدا خوش بگذره به شما، همچنین که ما مای برکت و رحمت که عیسی مسیح تولد پیدا بوده، به ایمان دارم که خداوند ما دستش با همه ایرانی امسال ایسته. به امسال سال پیروزی ما ایرانی نه. حرف زیاده. اینقدر این دولت مردان دیگه کارهای اشتباه میکنن تو ایران ها، دیگه اصلا واقعا آدم نمیدونه از چی بگه. مثلا امروز شنیدم که وزیر بهداشت میگه که آقا تمام این وسایلا، داروها، ما خودمون الان کم داریم، هیچی بده برای یمن و فلسطین و نمیدونم جای دیگه، یا بیمارستان در کشورهای دیگه مجانی باز بکنن که مردم مداوا بشن در کشورهای دیگه. ولی شما نگاه بکنید در سیستان و بلوچستان، در اهواز، در دهاتای دور، این همه اصلا ببین پری روز یه دونه دبستان که آتش گرفته چی بود؟ حتما از این بخاری های نفتی گذاشته بودن، در اصل تکنولوژی نفتی گذاشته بودن، اون آتش گرفت، یه نفر نمیدونم مرد، چند نفر، یه نفر تو کماست، دو نفر، سه نفر زخمی شدن. این همه بدبختی تو ایران، شما پولا رو میخواییم ببرین دارو رو ببرین برای کشور یمن بدین، دلتون برای بچه های یمن میسوزه، دلتون برای بچه های ایران نمیسوزه، دلتون برای مردم ایران نمیسوزه، مردمی که این همه زحمت دارن میکشن. دم واقعا این عوازی ها گرم که تا الان هم هستن، هفتپه، کارگرای هفتپه هنوزن توی خیابونن. خیابونات تهران هم الان شروع شده، زنا خیلی اومدن. واقعا ببین مردم، یک قدم مونده تا پیروزی. از اول سال گفتم یک قدم مونده تا پیروزی. باور بکنی اینا ترسوتر از همه چیزن. اینا اینقدر ترسوان که شما اگه میلیونی بیاین بیرون اینا فرار میکنن، بدونی که شما درگیر بشین با اینا. اینه باور بکنین، هیچ درگیری با اینا ندارین شما. فقط یک قدم بیاین همه تو خیابون، ببین چقدر ساده اینا رو میتونیم بیندازیم. بعدم خودتون میگیم واقعا اینقدر ساده بود؟ حقیقتا اینقدر ساده است، همینجور که دارم میگم. میلیونی بیاین بیرون، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری با شما بکنه. الان دیگه موقع پیروزیه. الان دیگه این دولت ایران هیچی نداره از خودش، پول کارگران نداره، پول باور بکن چندی بی دیگه بانجستگان نمیتونه پول بده، بودجش خالی شده. الان
چشمش به اینه که اون مردم 38 میلیارد پول توی خونه دارن، اونا رو بیاره بیرون، دلار ارزون کرده که اونا رو بیاره بیرون که اون پولم بگیره. شما نگاه بکنین اعدامایی که این داره میکنه. زیر پریروز یه برنامه دیدم زیر 16 ساله اعدام کرد، 14 ساله رو اعدام کرد. در تمام دنیا همچی چیزی وجود نداره که شما یه بچه ای که 14 ساله میره دزدی میکنه یا یه دعوایی درگیر میشه قتل میشه میکنه، اون که بچه هست نمیدونه که اون نباید مثلا اون بزنه بکشه که اتفاقی میشه یه نفر میکشه، اعدام میکنن در جا یا میمونن تا مثلا 18 سال برسه، از 14 سالگی اینو تو زندان نگه میدارن بعدا میرن اعدام. چقدر فساد تو ایران زیاده الان. بر علیه زنان میان بیرون، دخترها رو میگیرن. شما میخواین به کجا برسین دیگه که مثلا بگین این دولت خیلی بده؟ خودتون دارین فریاد میکنین که دشمن ما همینجا، دروغ میگن امریکاست. امریکا کاری، امریکا بهتون گفت آقا شما داروهاتو وسایل پزشکیتونو بدین یمن، بدین فلسطین، بدین لبنان، بدین نمیدونم کشورهای آفریقایی و ساوت آمریکا. گازیول، من یادم رفت به یاسر جان یه فیلم کوتاه رو بگم. گازیول از چیز لنچای بندر عباس رو فکر کنم میزنن، لنچی میزنن گازیول تو اون، میبرن سر مرز آبی میفروشن، مثلا یه لنچ گازیول میفروشن 1500 دلار که نقد بگیرن. ببین پول ایرانی ها رو چجوری دارن میدوزن، از هر طریقی شما بگین اینا میخوان پول بدوزن. لنچ لنچ بگی میبرن. مرد خبرنگارای ایرانی این کار کردن، زیر دریا دو مایل سه مایل لوله کشی کردن، به توسط اون لولوکشی دو مال اون طرفتر لنجا هستن که این گازیول رو پر بکنن ببرن بدن به کشتی هایی که خط مرزی هستن تو خلیج فارس. میگی در روز شاید بگم 20 تا 30 تا 50 تا این لنجا میرن اونجا خالی میکنن میان. کی میتونی این کار بکنه؟ من و تو اون نوعی این کار میتونیم بکنیم؟ نه، معلومه که خودشون دستشون تو کاره. مالیا میگفتن آقا اینقدر گردن کلفتن که هیچ که نمیشه اینا به اینا حرف بزنی، اینقدر دست بالا هستن. معلومه که از دولتن، معلومه که از خودشونن. مثلا دیروز مرده اومد اونجا گفت آقا من کفن پوشی، گفت آقا من کارگرم هیچی ندارم بخورم، مرده رو گرفتن. این همه مردم هم اونجا هستن فقط تماشاگرن. آقا شما 500 نفر اونجا هستین، دو تا مامور اومد، یه آدمی که اعتراض داره میکنه اونو میگیرن میبرن، بعدم فردا معلوم نیست چی بالای سرش میارن، بدبختو میکشن. نمیتونین یعنی شما از دست اون مامورین نجاتشون بدین که این مامورین اینقدر جرأت نکنن که هر چی دلشون بخوام با مردم ایران انجام بدن؟ من نمیدونم ما مردم ایران چقدر بی تفاوت شدیم. دوست داریم که وایسیم اونجا مثلا بیا فکر میکنین، هر کدوم شما این فکر میکنین ها که آقا الان اونو گرفتن الان من که من با من کار ندارن، با همه شما تک تک کار دارن. یه ذره دیگه وایسین بیین با همه شما کار دارن، اگه زودتر نجنبین. دیگه این نفسی نداره دولت ایران که، واقعا نفسی نداره. دزدی، قتل، دیگه نمیدونم هر چی دلتون بخواد. فکر کنم همون داره یاسر جان همون فیلم داره گذاشته که اینا نگاه بکنین لنچ ها رو ببین، نفت و گازیول میزنن میبرن اون ور سر مرزی میفروشن. آخه من نمیدونم هیچ، آخه دزدی، خاک ایران میفروشن، آب ایران میفروشن. ببین لنچ ها رو ببینین، همه هستن اونجا میزنن به ترتیب میبرن اونجا سر مرز، سر مرز آبی میفروشن به این قاچاقچی های نفت. اروپایی هم که از خداشونه که بیان مفت همه چی رو بگیرن، بخصوص انگلیسی ها. پاور بکنین انگلیسی ها، انگلیسی ها خیلی پاور بکنین انگلیسی ها اینجوریه. بذار من شعر من بخونم، لاغت شعر من نخوندم، اینقدر حرف زیادی میگم که بذار من شعر من بخونم.
این شعر برای عیسی مسیح که ما را از رنج و از گرفتاریان واقعا نجات میده. میگی ای مسیح ای ناز من، ای مسیح غله پرواز من، این توی نفس و آواز من، زندگی و رنج من از حیات و گنج من. ای مسیح رنج من را تو گرفتی بر تنت، ای مسیح رنج من را تو گرفتی بر تنت، تا که گردم آزاد از هر غمی. این درخت زندگی من از تو گردد بارور، این درخت زندگی من از تو گردد بارور. آبیاری کن که گردد پر ثمر. ای خداوند حقیقتا، ای مسیح جلالت را نمایان کن، بهر تو حیات زندگی را تو هویدا کن. ای مسیح جلالت را نمایان کن، به بحر تو حیات زندگی را تو هویدا کن. ای مسیح ای ناز من، ای مسیح غله پرواز من. حقیقتا عیسی مسیح است که درخت زندگی ما رو آبیاری میکنه. حقیقتا عیسی مسیح است که ما رو کمک میکنه که در زندگی رای ما رو پیدا بکنیم، کمک میکنه که از گرفتاری ها ما با آسانی بگذریم. ویلا شما به این مردم، به این آدمایی که دولت مردایی که میخوان همیشه بدزدن، بخورن، فساد ایجاد بکنن، آب گلالود بکنن، مایی بگیرن ازش، همیشه همینجوری بوده. مثلا شما وحشی بازی این بسیجی ها رو نگاه بکنین، میام این بسیجی ها با این وحشیگیری خودشون میان دخترها رو میگیرن، به زور میزنن، میندازن توی ماشین. تا کجا ما باید وایسیم فقط نظارگر باشیم؟ تا کجا اینقدر بیتفاوت باشیم؟ باور بکنین اگه اینجوری بیتفاوت باشیم، یا همه با همه ما کار داره اینا. الان قدرتشون به حدی ضعیف شده که شما با یک قدمتون دیگه به پیروزی مونده بیاین بیرون اینا میندازین. بهترین موقع است که اینا رو بندازین الان. آمریکا هم که نمیتونه مستقیم بیاد شما رو کمک بکنه که، یا دست غیبی از آسمان که نمیتونه بیاد شما رو کمک بکنه که. شما حرکت کوچیک بکنین، خدا براتون همه چی رو انجام میده. اینه بدونین، قدرت و قوت ما نیست، این کمک خداونده که ما رو باید نجات بده، ولی شما یک قدم باید بردارین. باور بکنین که اینا نفسهای آخر دارن میکشن. این همه جنایتی که اینا تعالی کردن، اینا باید جوابگو باشن. البته اون آدمایی که تو سپاه هستن شاید دستشون به خون هیچ کس آلوده نیست، شاید اصلا دوست ندارن این دولت مردان این کار دارن میکنن، دلشون با مردمه، اونا کار خودشونو دارن، اونا در آینده بعد هیچ وقت از کار بیکار نمیشن. دولت خمینی نیست که بیاد همه رو دروغ بگه آزادی دادیم بهتون، آب مجانی میکنیم، نفت مجانی میکنیم، اتوبوس ها رو مجانی میکنیم، شما رو به معنویت میرسونیم، شما رو نمیدونم انسانیت میرسونیم. اینجوری باید به انسانیت برسونه؟ رمز ایرانیا اتحاده. تا اتحاد نداشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. با دروغ اومدن انقلاب گرفتن، با دروغ. تا الان هم همینجوری. این خامنه ای که این همه دزدی کرده، این پول میخواد کجا ببره واقعا؟ دیگه روزای آخرشه، نفسهای آخرشه داره میکشه. چی میخواد بکنه؟ کوروش کبیر با اون همه عظمت خودش میگو من مردم، دست من از تابوت بیزاریم بیرون که مردم ببینن که من دست خالی دارم میرم به اون دنیا. این همه پول دزدیدی مرد، چی میخوای بکنی؟ اصلا تو اسمش تو میتونم بیزارم مرد؟ اصلا اسم تو میتونم بیزارم انسان؟ یه نفر اگه اونجا اعتراض بکنه به خامنه ای،
میگیرن اعدامش میکنن. اگه به خدا فحش بده هیچ که کاری ندارن بهش. یعنی خامنه ای از خدا بالاتره اونجا در ایران، چون برای اینکه خدا رو نمیشناسن، چون واقعا خدای واقعی رو نمیشناسن، اونا فقط الله رو میشناسن، بوتی که از زمان قدیم بوده فقط اونو میشناسن اینا. بوتی به نام الله بوده اینا همونو میپرستن. پدر محمد هم تازه عبد همون الله بوده، محمد الله رو نیاورده، چون پدرش از اول عبدالله بوده، عبد اون الله بوده، خادم اون بتخانه بوده. چرا میخوایم خودمونو گول بزنیم؟ چرا نمیخوایم اون خدای واقعی که تمام دنیا رو آفریده و هر وقت صداش بزنیم به ما جواب میده، چرا اون رو نمیپرستیم؟ اگه یاسر جان ما آماده باشی یه دونه بریم سرود بشنویم برگردیم شما. اگه نیستی سرود تو صدای ساز ماجی پرشکوهی آخشا. برنامه ویژه کریسمس بر کلیسای پرستندگان مسیح یک شنبه 23 دسامبر 2018. تو صدای ساز ماجی خوش بویی آخشا، هم به آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتن.
عزیز ایران، با درود به تمام هموطنان ما هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که بهتون خوش بگذره، تا حالا خوش گذشته و برنامه ما رو میبینین و حرفایی که میزنیم از تای دل ما میاد بیرون. واقعا هم دل ما میسوزه برای ایران، همه ایرانی ها دلشون برای ایران میسوزه، برای اینکه ایران یک کشوریه که حقیقتا پر از سرمایه است، پر از مغزهایی است که میتونن ایران رو نجات بدن، ولی اینقدر این دولت مردان دزدن، اینقدر این دولت مردان قاتلن، فساد انجام میدن که اصلا اون سرش ناپیداست. مثلا شما نگاه کنید یک مورد فساد اینا هر روز است، یعنی هر روز اینا یه پولی دارن میدزدن، پولی داره گم میشه. همین در این اقتصاد خرابه که میگن به کارگرها پول نمیدن ولی پولا رو میدزدن. نمیدونم خبر مرگشون باید این پول کجا ببرن، فکر میکنن این پول تا آخر دنیا با خودشون دارن. پول خوبه تا جایی که بتونی یه رفاهی نسبی داشته باشی دیگه، وقتی پول که زیاد برداری کاری انجام نمیتونی بدی که. یه خونی میخوای، یه ماشین میخوای، یه حقوق مکفی میخوای که زندگیت بگرده. تیلیار تیلیار میدوزین که چی بشه؟ کجا میخواییم ببرین؟ منو بدبخت، ما ایرانی ها از ایران با بدبختی و بیچارگی اومدیم بیرون، همه ما بدبختی بکشیم، با بدبختی خودمون رو بریم بالا در کشور خارجی. شما بچه هایتون رو بفرستیم مثلا با پول مردم، دزدی که میکنین از ایران، با پول مردم هم دانشگاه برن، هم بهترین زندگی رو داشته باشن در خارج از کشور. خدا بکنه که این قانون رو تصفیه بکنه که تمام این آخونزاده ها رو همه رو بیندازه بیرون، فاسدزاده ها رو همه رو بیندازه بیرون. میگم به ایشون آقازاده، کجاش آقازادن اینا؟ به هر حال امروز میخوام از اشیای 57 میگه محکومیت بدکاران. واقعا این بدکاران بدون این که یک روز محکومیت به سراغ شما میاد، خدا یه جا میگیره گلتون ها، اینه بدونین حتما. به زودی زود هم هست. میگه انسانای خوب دیده از جام فرو میبندن و اشخاص خداشناس پیش از وقت میمیرن و کسی نیست که در این باره فکر کند و دلیل امر را بفهمد. ایشان میمیرند تا از مصیبتی که در راه است نجات یابند. واقعا اونایی که خداشناسن مردن، خوشا به حالشون که با خدا الان هستن، هیچ غم دیگه این دنیا را ندارن، کرایه خونه بدن، کار بکنن، نمیدونم فلان بکنن. اونایی که با خدا هستن حقیقتا میدونن اونجا پیش خدا هستن، دارن حال میکنن با خداوند، اونجا جاشون امنه. ما زندگانیم که اینجا داریم همدیگه رو میکشیم میخوریم، فکر میکنیم فقط این دنیاست. نه، این زمین فقط نیست، این 70-80 سال بیشتر نیست، خیلی دیگه، مثلا میگونی 90 سال، 100 سال. بالاخره نمیدونی چی روزی میبری. آدم دیروز یه نفر به من گفت یه آدم 35 ساله خیلی قوی فلان، دو تا بچه داشت، بدبخت مرد. تو نمیدونی مرگ چی ساعتی به سراغت میاد، هیچ نمیدونی چی وقتی میاد به سراغت. هنگامی که خداشناسان میمیرن از آرامش برخوردار میشوند، حقیقتا از آرامش برخوردار میشوند، اونجایی که خداشناسن، و استراحت مییابند. و اما شما بدکاران جلو بیایید، ای اولاد جادوگران، ای زناکاران نزدیک بیایید. شما چه کسی را مسخره میکنید؟ شما الان دولتمرد شدین، زناکار و جادوگر و فسادگر و دزد همه چی شدین، الان مردم مسخره میکنین؟ مردم میایی مثلا میگیم مردم هیچ کس نیستن؟ به چی کسی دهنکجی میکنید؟ ای آدمای گناهکار و دروغگو، شما همون اشخاصی هستید که زیر سایه درختان زنا میکنند، یا مخفیانه صیغه میکنین، زناکاری میکنین، میگین صیغه است. صیغه یه نوع زناست دیگه،
برای خودتون یه چیز قانونی میبندید، دو کلمه عربی صحبت میکنین. ما اگه واقعا ما ایرانی ها اگه فردوسی رو نداشتیم بایستی چی میکردیم؟ بایستی عربی صحبت میکردیم. چرا اینقدر عربی دوست دارین؟ ما آدم های بر ضد آدم های عرب نیستیم، بر ضد اون آدم های عربی بودیم که بر ما حمله کردن، ما رو نابود کردن. همین حالا دیدی این همه اون موقع دولت ایران همه رو کمک میکرد، میآورد توی کشور، مثلا بهشون پناه میداد، کمکشون هم میکرد، وام به این کشورها میداد. همین حالا همین کشورهای زپرتی یه چیزی شدن، البته رو هوشیاری خودشونه، هر کی برای کشور خودش میخواد کشور خودش ببره بالا. اینا الان ایرانی ها رو بی احترامی میکنن، ایرانی ها رو جا نمیدن بهشون، کشورهایی که بدبخت و بیچاره بودن، به ایرانی ها ظلم میکنن، ایرانی ها رو راه نمیدن، میندازن اینا رو بیرون، میزنن اینا رو، چی بدبختی میارن. خدایش اینو حقیقتا میگم، اونایی که میخواین از ایران بیرون بیاین، نه فکر نکنین من اینجا هستم، اینجا جای منم، شما تنگ نیست، تنگ نمیکنین، اینجا جا زیاده، ولی حقیقتا نیاین بیرون. شما نمیدونین چی بدبختی دارن اینایی که اومدن بیرون میکشن، توی صربستان، توی ترکیه، توی کشورهای دیگه. در کشور خودتون باشین، یک قدم پا بذارین جلو، این رژیمی بندازین، ببین چی کشوری بد دارین، بعد اصلا ببین حاضرین برین کشور دیگه زندگی بکنین. و در دره ها زیر شکاف صخره های بلند فرزندان خود را اون موقع برای بت ها قربانی میکردن. الان هم همینجوری بت پرستن، الان هم مردم بت پرستی رو بهتر از خدا پرستی میدونن. مردم دوست دارن بت پرستی بکنن، خدای واقعی رو نمیخوام بشناسن. شما خدای واقعی رو بشناسین، ببین چه آرامشی میگیرین. نمیگم سختی نمیاد، این دنیا دنیای شریر و شیطانیه، از همه طرف سختی بهت حمله میکنه، ولی چون آرامش خدا رو داری به راحتی میتونی از این گرفتاری ها عبور بکنی، چون دست خدا با توه، آرامش خدا رو داری در زندگیت. میگه شما سنگای صاف را از میان دره ها برمیداریم و آنها را چون خدا میپرستین. حالا دیدی که این چوب چلک ها رو میذارین دوی گنبدا، میگه اینا رو خدا میگه شما میپرستین، بارگاه درست میکنین و میرین اونا رو میپرستین. میگم اگه خدا رو شما فوش میدین تو ایران شما رو نمیگیرن، ولی اگه علی خامنه ای رو فوش بدین شما رو میگیرن، یا زندانی یا اعدامین. آیا فکر میکنین این رفتارتان خدا را خوشنود میکند؟ شما فکر میکنین با این رفتارتون که میریم مثلا پیاده تا کربلا، یا مثلا نمیدونم گنبد و بارگاه برای مرده ها درست میکنین، فکر میکنین خدا خوشنود میشه؟ خدا داره وقتی میبینه شما بت پرستی داره میکنین، اینی که یک پدر، یه پسر یا یه فرزند پدر مادر خودشو قبول نداشته باشه، همش بره برای دیگران کار انجام بده، میگه بابا پدر مادرت اینه، میگه نه پدر مادرم اونا هستن. به کوههای بلند می روید تا در آنجا زنا کنید و برای بت‌هایتان قربانی کنید. حقیقتاً توی این میرین توی این زیارتگاه بیشتر فسادتون است، تون بیشتر زناکاری است. یک نمونش خودم دیدم زمان شاه، توی شیراز، توی شاهچراغ، کسایی که می خواستن برن دختر بازی بکنن می رفتن شاچراغ، تو همین زیارتگاه بیشتر فساده. شما بوتایتان را پشت در راب
درهای بسته قرار میدید و آنها را میپرستید. واقعا خدا حقیقت داره به شما نمیگه؟ من برم بارگاه و چوب و با گنبد پرستش بکنم، خودمو زنجیر بکنم با اون چوب اونجا. خدا میگه شما اونا رو میپرستین عوضی که خدا رو پرستش بکنین. این عمل شما زناکاری است، زیرا به جای اینکه خدا را دوست داشته باشید و عبادت کنید به بت عشق میورزید و آنها را میپرستید. دیگه از این واضح‌تر خدا نمیتونه بگه. شمایی که امروز میرین به این امامزاده ها میرین، سابق شاید بگم 1000 تا امامزاده بود یا 2000 تا بود، الان ببین 100,000 تا امامزاده درست کردن. چون نونخونه است دیگه. اونایی که اینا رو درست میکنن میدونن که اینا نه حاجت میدن نه هیچی، بوتی هستن، میدونن از احساسات مردم استفاده میکنن که پول مردم بزنن. مردم هم واقعا فکر میکنن که اونا شفا میدن، واقعا فکر میکنن که اونا حقیقی هستن. با عطر و روغن به حضور بوتا می روید تا آنها را تقدیس بکنید و سفره‌ها دور دراز می روید، سفرهای دور دراز می روید، حتی به جهنم پا می گذارید تا شاید خدایان تازه بیابید. تمام مردم دنیا همینجوری هستند، همیشه دنبال یه چیزایی می گردن که اونو بپرستن. حالا یه نفر پول پرستیه، یه نفر گنبد پرستیه، یه نفر مرد پرستیه. در کشورهای دیگه که اصلا یه چیزهایی پرستش میکنن که اصلا دیوانه میشه آدم اونا رو میبینه. البته اونا الان میپرستن، اونا الان خدا پرست نیستن، بت پرستن اونا، اونا هم از نظر خدا بت پرستن. ولی مثل کشور ما نمیان که اون بخواد با اون دین بزنن همه رو غلغم بکنن بکشن، که هر کس اگر این دین قبول نداشته باشه باید اعدام بشه، باید بمیره. این کارو که نمیکنن اونا، که بت پرستیشون میکنن ولی دیگه آدم نمیکشن. آنقدر میگدی تا خسته و درمانده میشوید ولی دست از جستجو بر نمیداری و به خود قوت قلب میدهید و پیش میروید. اینی که چند هزار نفر رفتن پیاده تا کربلا، این همه ریاضت کشیدن که برن مثلا یه مرده رو پرستش بکنن، این همه ریاضت کشیدن که برن بت پرستش بکنن. به قول خودشون در عشقشون این بود که دارن میرن مثلا اونجا کی داشتی مثلا داشتی میرفتی خدا رو پرستش بکنین. اینا همه بازی سیاسیه که شما رو میارن اونجا پولاتون رو بخورن، که اونجا میارن که تو سرتون بزنن. چقدر بی احترامی کردن شما رو تو این عراق. با ماشین شینکش که ساخت اون شم میبره این بر اون بر، تو اون شما رو بالا میبردن میریختن پایین مثل آجر مثل شین. چقدر بی احترامی کردن. عکسات توی صفحات مجازی هستی که برین نگاه بکنین. خداوند میفرماید این بت‌ها چی هستند که از آنها میترسید و به من خیانت میکنین. حقیقتا این بت‌ها چیه شما از آنها میترسید؟ شما از خدا باید بترسید. خدا میگه من از من نترس، بیا با پیش من با من حرف بزن تا من حقیقتا دستم در زندگی تو باشه. چون تو تا بفهمی که خدای واقعی کیه، وقتی به خدای واقعی رو میشناسی با اون رابطه پیدا میکنی، ترس و همه چی از تو میره. ما هم یه روز اینجوری بودیم، ولی مطالعه میکنیم میفهمی. کتاب دینی خودتو بخون ببین آیا واقعا این بوتا کاری انجام میدن برای ما. ببین تعلیمات چیه. من شما رو نمیگم که شما حتما بیاین مسیحی بشین، نه، آزادین در انتخاب. بیاین بخونین، اون موقع میخواین مسیحی بشین مسیحی میشین. اون موقع خدا رو اگه شناختین باش حال کردین، میان
با خدا را میرین. ببینید چقدر شیرینه وقتی با خدا را رفتن. ببینید چه حالی میده خدایش با خدا وقتی را میری. سر شب میخوای بخوابی با آرامش میخوابی. اگه یه نفر چهار تا چرت و پرت هم بهت گفت گذشت میکنی، خودت آرامش بیشتر داری. چرا مرا دیگر به یاد نمی آورید؟ آیا علت این که از من نمی ترسید این نیست که سکوت کردم و چیزی نگفتم؟ واقعا خداوند اگه بخواد ما این همه بت پرستی، ولی خدا خدای جنتلمنیه. خدایی نیست که به زور بهت بگه. خدا تو رو دعوت میکنه، میگه منو دعوت بکن به قلبت، من میام به قلبت. میگه اینجا زوری در کار نیست. هیچ پدری به فرزندانش زور نمیگه. اگه چهار نفر هم اصلا زور میگن، نتیجهش هم میبینن. شما نمیتونین فرزند تو زور بگی. خدا میگه منو دعوت بکن بیام با تو زندگی بکنم، تا بتونم اون جایی که خرابی داری برات درست بکنم. نرو به این بوتا دست ننداز. بوتا ما رو جایی نمیرسونن. از بوتا نترس. حقیقتا از بوتا نترس. این امامزاده است، اون امامزاده است، اون من میزنی امروز، اون من تیکه پاری می... اصلا هیچ چیزی نیست. هیچ نترسی. اونا مردن رفتن، تموم شد. اگه اعمالشون خوبه میرن تو بهشت، اگه اعمالشون بده خب باید برن جوابگوی اعمالشون باشن. جایی که دندان رو دندان عیسی مسیح گفت، جایی که دندان رو دندان میذاری، جایی که عذاب الهیه. شما فکر میکنید کار درستی انجام میدهید، ولی وقتی من کارهای زشت شما را برملا میسازم، آنگاه بتهای شما نیز قادر نخواهم بود شما را یاری دهن. خدا بخواد یک بلای بیاری، یا اون بوتا که بوتا، ست تا از اون بوتا نمیتونه شما رو نجات بده. ولی خدا عاشق انسان هاست. میخواد که انسان ها تا دقیقه آخر هم میخواد خداوند انسان ها خودش بشناسن، خدای واقعی رو بشناسن. دوست نداره که هیچ انسانی علاق بشه. این شیطانه که میاد به زندگیت میزنه، تو رو نابود میکنه، فکر تو خراب میکنه که بری زنا بکنی، بری بت پرستی بکنی، بری دزدی بکنی، بری رای خلاف بری. چون رای خلاف همیشه شیرینه دیگه. شیطان هم از این شیرینی استفاده میکنه. آره بابا، این مردی این همه پول داره، یه مقدار پولش بزن، چیزی نمیشه که، از اون کمی چیزی کم نمیشه که. هم زندگی تو بهتر میچرخه، اونم هیچی به هیچی نمیشه. شیطان همیشه همین کارا رو داره میکنه با مردم. یه نفر زور بهت گفت، زور گفت حتما اونو بزن. تو کمتر از اونی مگه؟ تو گوشه دی زمزمه میکنه، برو اونو بزن، بدون که من کی هستم، بهش ثابت بکن که من کی هستم. ولی عیسی مسیح میگه برو ببخش که خودت آرامش پیدا بکنی. وقتی کسی بهت فوش داد، چهار تا چرت بهت گفت، ببخشش. خودت هم میسون عصبانی نشون، رو با اون فوش نده، دعوا نکن. وقتی تو میبخشی اونم شرمنده میشه. ببین محبت هیچ وقت کم نمیشه، محبت هیچ وقت گم نمیشه. هرچی هم انسان ها از محبت سوء استفاده میکنن، ولی محبت هیچ وقت گم نمیشه. تو محبت کن. بیزن اونا هر جور تو رو جواب دادن بدن میدن، خودشون روزی میفهمن که شرمنده میشن. چون خدا محبته. خدای ما محبته. به این خدا ایمان بیار تا واقعا زندگی تو بفهمی. در این ما مای هست که عیسی مسیح دنیا اومده. هرچی هم همه روز روزایی هست که عیسی مسیح دنیا اومده. همه روز روز تولد عیسی مسیحه. ما نمیدونیم واقعا این تولدش در این ما بوده یا نه.
ولی با عیسی مسیح را بریم، هر روز برای ما عیسی مسیح زنده است، با ما زندگی میکنه. چون گفت من تا انقضای عالم با شما هستم. حرفی که میزنه عمل میکنه. اینی میگن یه لیدر خوب. جون خودشم برای ما داد که گناهای ما پاک بشه، دیگه نریم به این امامزاده دخیل ببندیم، به این امامزاده التماس بکنیم، زنجیر بکنیم به خودمون، به اون امامزاده روزی 17 رکعت نماز بخونیم، فقط بگیم محمد رسول خداست. که چی؟ خدا رو پرستش نمی کنیم ما که. در این نماز یه میگیم محمد رسول خداست. ما خدا رو پرستش نمی کنیم اصلا که. بعد چی؟ من اینجا وامیستم یه رای پیدا می کنم که مثلا بخوره به سرای عربستان. حتما به اون رو باشه که من بخونم. خدا احتیاج ندارد که تو یک طرف وایسی راه رو پیدا بکنی، نمیدونم به طرف سرا نماز بخونی، دولاپنا بشی، خودت ریاضت بدی. نه، خیلی آسونی با این خدا راه رفتن. وقتی به این خدا ایمان میاری خودت نمیری دیگه کارهای خلاف بکنی، خودت دیگه نمیخوای اصلا اون آدم قبلی باشی. کار این خدا تحول در زندگی توه، تحول ایجاد میکنه. شاپور دیگه اون شاپور قدیمی نیست، حسین دیگه اون حسین قدیمی نیست، احمد دیگه اون احمد قدیمی نیست، فرزانه دیگه اون فرزانه قدیمی نیست، رویا دیگه اون رویای قدیمی نیست. همه عوض میشن. اصلا مردم میبینن که تو عوض شدی. میگه از دست این بوتا که برای خود جمع کردید کاری ساخته نیست و آنها به فریاد شما نخواهند رسید. آنها به قدری ضعیفند چون مردن دیگه که یک با یک وزش باد میتوان آنها را جابجا کرد و با خود ببرند. اما بدانید کسانی که به من توکل دارن مالک زمین و وارث کوی مقدس من خواهند بود. خداوند میگه وقتی به من ایمان داری تو وارث منی، فرزند منی. من میتونم به من توکل کنی، میتونم بهت کمک بکنم، نه به بت ها. به یک دولت مندای زورگوی دزدون، حالا چیز دیگه نمیخوام بگم. شما فکر نکنین که مادام اون دارین هستین روی کار. نه، همین روزاست که مردم یک قدم رو بیزارن میلیونی بیان بیرون شما رو بیندازن. امروز دعا میکنیم به نام مقدس عیسی مسیح که هرچی زودتر خداوند کشور ما رو آزاد بکنه. به نام عیسی مسیح امروز میطلبیم که مردم ما از این قید و بند، از این زندانی که براشون ساختن آزاد بشن. از خداوند در نام مقدس عیسی مسیح میخوام که هر چی زودتر ملت من آزاد بکنه و واقعا ملتی که اینقدر زجر کشیدن در این 40 سال به قدرت نام عیسی مسیح بیرون بیان و واقعا زندگی شیرینی داشته باشن. و این دور نیست هموطنم، یک قدم همت بکن بیزار بیرون، بیا بیرون، تمام کارها درست میشه. فقط یک قدم بیاین، بقیه رو خدا امر انجام میده. از قدرت و قوت ما نیست. میگه خدا اگر خانه را بنا نکند بنایان زحمت بیهوده میکشن. خدا اگر خانه را بنا نکند بنایان بیخود زحمت میکشن. به این خدا امروز ایمان بیار، قلب تو باز بگون، بگوی عیسی مسیح خداوند، من ایمان دارم که تو اومدی برای من گناهکار، رفتی روی صلیب مردی و بعد از 3 روز زنده قیام کردی، زنده آمدی بیرون از قبر. من گناهکار امروز ببخش به خون خودت تا من بتونم زندگی جدیدی در تو داشته باشم.
همین چند کلمه، هر جوری که میخوای اعلام بکنی، فقط اعلام بکن که رفتی روی صلیب، مردی و زنده شدی برای گناه های من، رفتی روی صلیب. خداوند میاد در زندگی تو کار میکنه. شما رو به خدا میسپرم. تا هفته دیگه بدرود. روز شب خوبی داشته باشین. امیدواریم که پیروزی ما نزدیک، هر چیز زودتر در پیروزی ایران شما رو ببینیم. دوستتون داریم. به خدا میسپریم شما رو. تا هفته دیگر بدرود. تا درود دیگر. مرسی.